برای خلق حماسه و با کلید برون رفت از بحران وارد انتخابات می شوم. با روان پاک به عصمت طاهره و ضمن قبولی آرزو در پنجمین روز حضور ما در عرصه حماسه انتخابات، امروز نیز مردم به پای صندوق‌های رأی شتافتند و شمارش الکتریکی آرا از همان اولین دقایق آغاز و به تایید شورای نگهبان رسید، اما جهت حفظ روحیه عشق و حال در جامعه قرار شد نتیجه انتخابات در یوم الله 24 خرداد اعلام بشود. در همین راستا ستاد انتخاباتی ما با کشف یک کاندیدای اسلحه با وی دست به ائتلاف 8 منهای 2 زد. گفته می شود که در پی حماسه اعلام انصراف کاندیداها به نفع همدیگر، قرار است ما نیز به نفع ایشان از انتخابات کنارگیری نموده و چنانچه صلاحیت ایشان رد شد، ایران قیامت بشه. به همین مناسبت محمود احمدی نژاد پس از جهانی کردن اقتصاد، نفت، غنی‌سازی، ونزوئلا و حزب الله لبنان، انتخابات ایران را نیز جهانی نمود. انتخابات این دوره ایران دیگه، یعنی از این دوره به بعد انتخابات ایران انتخابات جهانی است. پس از این جهانی نمودن، همکنون صندوق‌های رأی در سرتاسر جهان، خصوصاً بین هموطنانمان در ونزوئلا در حال نقل و انتقال است و شمارش آرا در حوزه انتخابیه بخش دو توابع وست اسپرینگفیلد ایالت ماساچوست از احتمال پیروزی اسفندیار رحیم مشایی در انتخابات حکایت دارد. Televisions across the country to anxiously await the results of the election. American University here in Washington. همچنین صدا و سیمای جمهوری اسلامی با تولید برنامه بی‌طرفانه دیگری حماسه آفرید که اذهان ملت‌های مظلوم منطقه الان قشنگ تنویر شد. تقریبا همه کاندیداها از این داستان نه چون یه نفر گفته بودن اگر بیاد دلار بیاد پایین، همه گفتن اگه بیاد دلار بیاد بالا. آره سلام، خیلی نمیگم. این آقایونی که میان یا مستقیما در تعیین نرخ ارز و اینا اثرگذارن، یعنی مافیایی دارن، نمیدونم پول زیادی دارن، جوری هستن که اینا میتونن قیمت نرخ ارز رو تعیین بکنن، و یا اینکه اینا شایعه است و یه سری رفتارهای تبلیغاتیه که به نظر میاد رفتار تبلیغاتی. به همین مناسبت رهبر مسلمانان جهان دوباره فرمود روزه بخونید، بنده طرفدار روزه خونی هم، خودم هم روزه خونم. این در حالی است که قبلا همه خیال میکردند ایشان مهندس هوافضاست. همچنین گفته میشود در حال حاضر در بین کاندیداهای غیر نخودی، همکنون علی اکبر ولایتی، غلام علی حداد عادل و سعید جلیلی رهبری یک رأی بیشتر ندارد، که در این میان سعید جلیلی بیشتر از بقیه رهبری یک رأی بیشتر ندارد. در این میان یک علی اکبر ولایتی با سابقه درخشان ختنه خرگوش و پیوند کبد مارمولک به بصل و نخاع خرچنگ و طب میخی در بیمارستان مسیح دانشوری، دو غلام علی حداد عادل با سابقه مکفی شعرخوانی برای رهبری که گفته می شود شبها با معظم الله دود هم می گیرد، سه سعید جلیلی با سابقه زیبای ختم قرآن و مفاتیح برای کاترین اشتون وسط مذاکرات اتمی و تشریح سیره نبوی و هدایت کاترین نامبرده از راه چپ به راه راست و رعایت شؤونات اسلامی. در همین زمینه علی اکبر ولایتی افزود جلیلی چیزی از سیاست داخلی ایران نمی‌داند که بلافاصله باعث اخم رهبر مسلمانان جهان که یک رأی بیشتر ندارد شد. بر این اساس گفته می‌شود که همکنون رامین مهمانپرست به عنوان میخترین کاندیدای این دوره هنوز به نفع هیچ کسی از هیچ جایی اعلام انصراف نکرده و برعکس. در همین راستا ستاد خود قربان رفتگی محمد باقر قالیباف با سابقه رانندگی تانک و بوئینگ 747 که در دوران حماسه شهرداری آب جوبهای تهران را هم یک بار خیلی خوب جمع کرد، با حضور فرزانگان و هنرمندان آغاز به کار کرد. به خبری که همکنون از پشت جبهه به دستم رسید توجه کنید.
در پی مصیبت کاندیداتوری اسفندیار رحیم مشائی بخشی از خاطرات شیرین معظم رهبری دوباره از تلویزیون پخش شد. من به حول قوه الهی نخواهم گذاشت تا من زنده هستم، تا من مسئولیت دارم، این حرکت عظیم ملت به سوی آرمانها ذره‌ای منحرف بشه. در پی این فاجعه محمود احمدی نژاد امروز در پاسخ به خبرنگاری که در مورد رد صلاحیت مشائی از او سوال پرسیده بود گفت امروز چقدر هوا خوب است و به نظرم یکی از بهترین روزهای بهاری است. به همین مناسبت یکی صادق زیبا کلام رو جمع کنه. میخواست اقتصاد دولتی ایران رو با کلنگ برداره ویران کنه و جاش اقتصاد عدم اسمیت بیاره. وی با سابقه مکفی در تعریف از هاشمی رفسنجانی در جهت حمایت از او حرفهایی زد که زد یارو رو پودر کرد. ایشون وقتی رفت رأی اعتماد بگیره به معنی سوم گفتش که آجون این وزرای من تکنوکراتن، مسئول سیاسی مسئولیتش با منه، اینا فقط باید برن کار اجرایی بکنن. زیبا کلام در پایان اقدام به پیشبینی کرد که جهان گرخید. میدونی 20 میلیون رأی خواهد آورد. سپس اکبر هاشمی رفسنجانی از 14 سال پیش وقایع امروز را پیشبینی کرد. شک تو دل مردم بندازیم که مردم شک بکنن که اینا راست میگن یا نه، انتخابات آزاده یا نه، آرام ما دزدی میشه یا نه. و مقداری از تفاوت‌های فرهنگی خودش با محمود احمدی نژاد را به رخ کشید. چطور میتونی یه گروه مردم رو دعوت کنه بگه به ما به پیوندی تو خیابون‌ها بیایید؟ کی میاد؟ این الواتی که آمدن به این همه خسارت وارد کردن خب تو خیابون که دروازه نداری. حالا چهار تا خط و خاشاک این گوشه ها یه کاری میکنن بدانی این رودخانه زلال ملت جایی برای خودنمایی اونها نخواهد گذاشت.